شمال غرب کشور با آب و هوای بسیار عالی در فصول بهار و تابستون. نام این شهر پارسیه به معنای شهر مقدس. اردبیل رو به نامهای آرتا، آرتتا هم می نامند. وجود ابنیه‌های تاریخی نشان از قدمت این شهر داره. این شهر بیش از 5000 سال قدمت داره. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. مقصد تازه سفرم سرزمینی سرسبز و جذاب در شمال غربی ایرانه. این سرزمین با قدمتی 3000 ساله پر از آثار دیدنیه. این سرزمین یکی از صمیمی‌ترین و مهمان نوازترین مردمان رو در خودش جای داره. سرزمین درخشنده و دیدنی از حیث گردشگری، جایی که در اون میتونید تاریخ و طبیعت رو ببینید و هم آب درمانی کنید و به اوج تفریح برسید. و حالا من اینجا در دامان سبلان شگفت‌انگیز. اهل سفر، این مجموعه به سوی سبلان. اردبیل در طول تاریخ به نام‌های گوناگونی از جمله دارال ارشاد، دارال ملک، دارال عرفان، دارال امان و شهر مقدس ملقب بوده و در دوره‌های مختلف مرکز ایالت آذربایجان بوده و شهرت و اهمیت اون تنها از اون جهت نیست که چند تن از پادشاهان ایران آن شهر رو قرارگاه خود ساختند، بلکه از آن لحاظه که مؤسس فرقه صفویه یعنی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از اینجا برخاست و در همینجا به خاک سپرده شد. آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مشهورترین و پربازدیدترین مکانهای گردشگری در استان اردبیله. این جاذبه در میدان عالی قاپو قرار داره و از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو. این بنای قدیمی و معروف محل آرامگاه شیخ صفی‌الدین مؤسس فرقه صفوی است که پس از فوت ایشان در سال 753 هجری قمری و به همت صدرالدین موسی فرزند وی ساخته شد. در دوران حکومت پادشاهان صفوی به دلیل احترام و ارادت اونها به شیخ صفی‌الدین بخش‌های مختلفی به آرامگاه اضافه شد. مقبره شاهزادگان، ایوان بزرگ، مقبره مادر شاه طهماسب، گنبد الله الله، جنت سرا، قندیل خانه، نانبا خانه و نقار خانه قسمت هایی از آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلیه که در دوران مختلف ساخته و تکمیل شده. صحن اصلی حیاتی مستطیل شکل مفروش با تخت سنگ های صاف که حوضی در وسط اون قرار داره. در گذشته در وسط این حوض چاه آبی بوده که با استفاده از سطل و طناب برای وضو گرفتن از اون استفاده می شده. بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از آثار تاریخی شهر اردبیله که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده. اهمیت این مکان بیشتر به خاطر رابطه اون با سلسله صفویانه.
شاه اسماعیل اول و مادرش و شاهزادگان صفوی در این مجموعه دفن شدند. معماری اسلامی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی فوق‌العاده و بی‌نظیر. یکی از موارد منحصر به فرد این مجموعه اینه که این بقعه حاوی ده‌ها اثر بدی در مضامین مختلف رشته‌های هنریه که از آن جمله میشه به عالی‌ترین نوع کاشی‌کاری معرق و مقرنس و گچبری کتیبه‌های زیبا و نفیس و خط خطاطان بزرگ دوره صفوی مانند میر عماد، میر قوام الدین، محمد اسماعیل و غیره اشاره کرد. صفی‌الدین ابوالفتح اسحاق اردبیلی هشتمین نسل از تبار فیروزشاه زرین کلاهه که در منطقه مغان مقیم شده بود. وی پایه‌گذار خانقاه صفوی در اردبیل بوده که با گذشت زمان پیروان بسیاری هم به دست میاره. سه قبر در کنار هم، قبر شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی از عرفای نامی ایران و جد سلاطین صفوی، تولد 650 هجری قمری و وفات 735 هجری قمری، قبری که در پشت مربوط به حیدر پدر شاه اسماعیله که در جنگ شیروانشاه کشته شده. دو قبر دیگه مربوط میشه به قبر سید صدرالدین موسی پسر شیخ صفیه که بانی این بقعه هست و دیگری قبر سلطان شیخ ابراهیم مشهور به شیخ شاه، یعنی ایشون میشه پسر سیاه‌پوش و سیاه‌پوش میشه پسر صفی‌الدین. نقش و نگارها رو روی دیوار انجام ندادن، روی کرباس انجام دادن و کرباس رو روی دیوار چسبوندن. به نوعی میشه گفت اولین کاغذ دیواری هایی که در ایران متداول بود و چقدرم ثابت مونده و چقدر قدمت داره، این نشون میده که کار خوب شد، رنگ خوب به کار رفت و هنرمندای قابلی کار کردن. و حالا مزار شاه اسماعیل که هر کسی اجازه ورود نداره. السلام علیک یا شاه اسماعیل. اتاق کوچیکی، آرامگاه شاه اسماعیل در یک اتاق دو در دو، محقر ولی خود بنا منبتکاری های بسیار زیبایی داره. حکمرانی شاه اسماعیل صفوی به دو دلیل نقطه عطفی در تاریخ ایران. اول اینکه بعد از شکست ساسانیان به دست اسلام،
بعد از 900 سال اولین دولت متمرکز ایرانی رو تونست تشکیل بده. هرچند قبل از اون دولت‌های محلی پادشاهی داشتیم، مثل صفاریان، سامانیان، آل زیار یا سربداران، ولی هیچ کدوم دولت متمرکز و سراسر ایران نبودن. تنها ایشون تونست. دوم اینکه مذهب شیعه 12 امامی رو در ایران به رسمیت شناخت و سبب اتحاد تمام اقوام و ملیت‌های متعدد ایران شد. به راستی روح شاد که دوباره ایران رو تونست متمرکز و مستقل کنه. قدرت گرفتن شاه اسماعیل یکم در عرصه نظامی و سیاسی با پیوستن صوفیان ترکمانی بود که بیشترشان در آناتولی و شام زندگی می‌کردند. در واقع بخش بزرگی از ایل‌های قزلباش و بخش بزرگی از مردمان آناتولی پیرو یا متمایل به تشیع صوفی بودند. صفویان با گردآوری و پناه دادن به اونها نیروی نظامی توانمندی تشکیل دادند. سلطان سلیم یکم که شیعیان را مشرک می‌دانست و خود را نیز خلیفه تمامی مسلمانان جهان می‌خواند، دست به قتل عام شیعیان در قلمرو عثمانی زد و زنده ماندگان را نیز داغ زده به متصرفات اروپایی تبعید کرد و به قصد اشغال کامل ایران با لشکری عظیم به این کشور لشکرکشی کرد. سلطان سلیم با سپاهی که شمار آن را در حدود 200,000 نفر نوشتند به سوی ایران شتافت، تا اینکه در شهریور 893 به دشت چالدران رسید و اردو زد. شاه اسماعیل که تنها 27 سال داشت به قصد دفع حمله عثمانیان با جمع‌آوری حدود 50,000 سرباز در مقابل 200,000 سپاه عثمانی به غرب لشکر کشید و به رغم کمبود نیرو و استفاده سپاه مهاجم از توپخانه در نبرد چالدران آنچنان دلیرانه فرماندهی کرد و خود در میدان نبرد به همراه همسرش تاجدی بیگم جنگید که به رغم شکست خوردن نبرد او در زمره نبردهای بزرگ تاریخ و از افتخارات ایرانیان محسوب شد. در این جنگ 50,000 سرباز ایرانی که تنها از سلاح‌های سرد مانند شمشیر و نیزه استفاده می‌کردند در برابر سپاه 200,000 نفری عثمانی که مجهز به توپ و تفنگ بودند به سختی ایستادگی کردند. کشته شدگان سپاه ایران که 27,000 تن تخمین زده شدند در شهر اردبیل در کنار بقعه شیخ سکی‌الدین به خاک سپرده شدند و کشته شدگان جنگ برای عثمانی ها بیش از 55,000 تن تخمین زده شد. ترکان عثمانی در این جنگ تقریبا قسمت بزرگی از کردستان رو به اشغال خودشون در آوردند. اشغال بخش‌هایی از آذربایجان توسط عثمانی تا زمان شاه عباس اول ادامه داشت. شاه اسماعیل صفوی 10 سال بعد از جنگ چالدران در سن 37 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در اردبیل به خاک سپرده شد. برخی مورخان خارجی از شرکت زنان ایرانی در جنگ چالدران سخن گفتند. کاترینو زنو ضمن توصیف جنگ چالدران می‌نویسه بانوان ایرانی همراه شوهرانشان مسلح به جنگ می‌روند و شریک سرنوشت ایشان می‌شوند و مانند مردان می جنگ. پس از پایان جنگ چالدران که بین ایران و امپراتوری عثمانی رخ داده بود، شاه اسماعیل پس از شکست پیکر تعدادی از شهدا رو از دشت چالدران جمع‌آوری می‌کنه و به اردبیل میاره و طی مراسمی خاص که خودش هم حضور داشت اونها رو در این مکان دفن میکنه.
اینجا آرامگاه مارتا مادر شاه اسماعیل صفویه. مارتا از پدری ایرانی و مادری از روم شرقی متولد شد. اوزون حسن امیر طایفه آقایونلو زمانی که با مادر مارتا ازدواج میکنه مادر شرط میذاره به این که من حتما باید چند اسخف به همراه بیاد و یک کلیسا هم در اینجا ساخته بشه. اوزون حسن همین کار رو انجام میده. کلیسایی برای مادر مارتا درست میکنه با چند اسخف و مادر اون تا پایان عمرش مسیحی باقی میمونه. اما خود مارتا بعد از ازدواج با حیدر یعنی پدر شاه اسماعیل مسلمان میشه، کما اینکه در قبرستان مسلمان ها دفن شده. قسمت خاوری رواق اصلی من از چینی خانه دیدم میکنم که با دو ورودی باریک با دارالحفاظ ارتباط داره. ساختمان چینی خانه دارای چهار شاهنشین و دارای تاغنماهای فوق‌العاده زیبا و نفیسه که روی اون نقاشی و طلاکاری شده. هماهنگی و توازن رنگ‌ها با سطوح مقرنس از اسلیم‌ها و گل‌های مختلف منظره شگفت انگیز رو ایجاد کرده. این مکان در دوره صفوی محل نگهداری ظروف زرینه، سیمینه و ظروف سفارشی شاه عباس اول از کشور چین بوده. سلام. درود بر شما. خوب هستید؟ خوش اومدین آقای خلیلی. ماهرخ غذایی کارشناس موزه در چینی خانه راهنمای من میشه. خواهش میکنم بفرمایید. اینم چینی خانه. بله، تالار چینی خانه. متأسفانه چینی دیده نمیشه. چرا؟ در مورد تالار چینی خانه میتونم خدمتتون بگم که این تالار زمان شاه عباس کبیر یعنی 400 سال پیش به مجموعه شیخ صفی اضافه شده. شاه عباس خودشون نسل نهم شیخ صفی بودن، از نوادگان ایشون بودن. به احترام جدشون شیخ صفی تصمیم میگیرن یه بنایی رو به مجموعه اضافه بکنن که اهدای ظروف چینی از طرف امپراتوران چین یه بهانه میشه برای ایشون که یه بنایی رو به اینجا اضافه بکنن. بله، طراحی این تالار رو در واقع شیخ بهایی انجام داده. کلن طبقه بندی محفظه ها با چوب انجام شده، نماسازی ها همه گچ هست، تزئینات تماما طلا، رنگ های گیاهی. ظروف رو داخل اینا به حالت دکوراسیون دور تا دور قرار داده بودن. بله، که مثلا یه حالت دکوراسیون به این تالار که یه تالار پذیرایی و تشریفات بوده، این دکوراسیون زیبایی خاصی داده بود. به هر قفسه نگاه کنی، بله، بعضی ها کوچیکه، بعضی ها بزرگه، نشون میده از ظروف بزرگتر رو در جایگاه خاص خودش. خب این چینی های با ارزش، سرنوشتشون چی شد؟ آقای خلیلی، در سال 1828 یعنی زمان فتح‌علی شاه قاجار، بعد از جنگ دوم ایران و روس، روس ها موقع عبور از اردبیل اینجا رو در محاصره میگیرن. قسمت اعظم ظروف همراه با 4000 جلد کتاب های خطی نفیس که داخل این کمد های دیواری نگهداری میشده و خیلی از اموال مجموعه رو از اینجا خارج میکنن که الان در موزه ارمیتاژ روسیه در شهر سن پترزبورگش، بله، به نمایش گذاشته شده. یه تعداد خیلی کمی از ظروف باقی مونده که ما اینجا به نمایش گذاشتیم. یعنی ظروف با ارزش یه طرف، بله، کتاب های دستخط ما رو هم، بله، روزها به عنوان غرامت جنگی دقیقاً تاراج کردن. بله، کتاب خودمون رو الان باید بریم سن پترزبورگ خواهش کنیم آقا مثلا میشه فلان کتاب رو ما ببینیم اگر به ما بدن، اگر را بدن، اجازه بدن. بله، کتاب هایی هم که از اینجا خارج شده کتاب های معمولی نبوده، چون یه سری کتاب های مذهبی رو شاه عباس اول میفرسته به آستان قدس رضوی و کتاب های ادبی و علمی رو انتقال میده به بقعه شیخ صفی، مثلا کتاب قانون ابن سینا، کتاب کشکول شیخ بهایی، که الان همه اینا، حتی دیوان شعر شاه اسماعیل اول که به نام دیوان خطایی معروف هست، بله، الان همه اونا در سن پترزبورگ نگهداری میشه. سرمایه ما رو اونها نگه میدارن. بله، اونا نگه میدارن. باید این شکلی دقیقاً. بله، یه نکته خیلی جالبی هم خدمتتون عرض کنم. داخل این ویترین دستخط شاه اسماعیل اول رو ما داریم که این دستخط رو یه آقای دکتری از اهل اردبیل هدیه کردن به بقعه شیخ صفی که بسیار جالب و زیبا هست. داخل این ویترین دستخطشون خاص هست. شاه اسماعیل علاوه بر این که
به اصطلاح خوشنویس بوده، شاعر بوده، به اصطلاح یک حکومت ملی رو هم در ایران ایجاد کرده و در عین حال شاه هم بوده و دیوان ایشون به نام دیوان خطایی هم معروفه، 10,000 بیت دارن به زبان فارسی و ترکی نوشتن. در مورد اهمیت جهانی مجموعه شیخ صفی، من با نادر فلاحی، کارشناس میراث و مدیر کل فعلی میراث اردبیل گفتگو میکنم. ما میتونیم این مجموعه رو در دو قالب با دو تا عینک ببینیم. یکی بحث هنرهای ایرانی اسلامی هست، معماری هست که در کل دنیا بی‌نظیر است. واقعا ما اگر صرفاً بتونیم این گنبد الله الله، معماری این صندوقچه‌ای که در داخل این و از کل مجموعه بتونیم اینو درست حسابی معرفی و پرزنت بکنیم، مطمئن باشید گردشگران بین المللی و خارجی، اونایی که به نوعی علاقمند به فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی اسلامی دارن، یعنی اینجا میراث جهانیه، اینجا مال بشریت است، تمام بشریت دقیقا. میان از نزدیک اینجا رو میبینن، زیارت میکنن و قطعاً به هنر ایرانی و اسلامی ما آفرین میگن، صد آفرین میگن. این موضوع از بحث معماری هست، هنر هست، منتها یه بحث دیگری هم هست. عینک دوم. عینک دوم مربوط میشه به مکتبی که مربوط به اهل بیت هست و شیخ صفی الدین اردبیلی و نوادگانش تربیت شده مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند. این مکتب تونسته تمدن سازی بکند، تونسته وحدت جغرافیایی و سرزمین رو ایجاد بکند. این استراتژی که هست الان در حال حاضر در ماورای مرزهای ما مشتری دارد، خواهان دارد. علویان کشورهای مختلف بیش از 25 میلیون نفر جمعیت است، اینها علاقمند هستند اینجا رو از نزدیک بیان زیارت بکنند. اونایی که به نوعی علاقه شون در گرو شیعه و اهل تشیع هست، اینجا رو به عنوان یکی از مراکزی که باعث وحدت تشیع شده میشناسن. بنابراین از لحاظ استراتژیک هم اینجا خیلی مهم است. ما باید اینجا رو حفظ بکنیم، اینجا رو پرزنت بکنیم و نکند فردایی که اگر ما قصور بکنیم به جای اینجا جاهای دیگری رو به عنوان خواستگاه صفویه معرفی بکنن. ما باید خیلی حواسمون جمع باشد که مثل کتاب‌های دست نوشته ما به تاراج نره، نرود. مثل چینی‌های ما به تاراج نره. این مکانی که ثبت جهانی شده، یعنی جهان فهمیده این چه اهمیتی داره. حالا خودمون باید ببینیم چه کاری انجام بدیم. ای تکنی کندی بار، کمندی بار، کندی بار، هر گفت دا اویناسا بین البکی کندی بار، هر گفت دا اویناسا بین البکی کندی بار. سیزیم بو تازه بایرامز مبارک، آیوزیل ست جنیز مبارک، آیوزیل ست جنیز مبارک. تکن گتی مشینه بعده بردی بشینه، el obani dolandı gelmedi 15 güne, el obani dolandı gelmedi 15 güne. از گذشته های دور در منطقه آذربایجان به ویژه اردبیل افرادی هستند که قبل از رسیدن عید نوروز و مخصوصا در فاصله بین چهارشنبه آخر سال و شروع سال نو با اشعار زیبا و آهنگین آمدن بهار و تمام شدن این ایام سخت زمستان رو به شهرها و روستاها خبر میدن. این افراد به دلیل اینکه عروسک چوبی به نام تکم به همراه دارن به تکمچی یعنی صاحب تکم معروفن. سلام. سلام علیکم. احوال شما؟ سلامت باشید. باد بهاران آمده. بله. نوروز سلطان آمده. مژده دهید یاران. بله.
تکم خان عاشق آمده. احمد پورستان یکی از تکمگردانهای با سابقه اردبیل که هنوز این رسم دیرین رو با اشتیاق انجام میده. چرا تکمگردانها معمولا از بز استفاده میکنن؟ بله، چون آذربایجان مخصوصا اردبیل دامداریش تو روستاها و شهرینا بیشتر بود. بعد همیشه هر وقت قبل از عید یه 10-15 روز مونده به عید برپا که زوم میشن، این دامدارا در طویله و آقل رو باز میکنن، دام را میبرن به کوه کمر که اونجاها علف تازه ها، علف تازه که تازه میرویده استفاده کنن. ولی باز قبل از همه یه دوستنده اینا پیش رو بوده، به خاطر این که قبل از همه رسیدن بهار رو تبریک بگیم از نماد بز استفاده میکنیم، که بز به نوعی گله رو رهنمود میکرد به سوی علفهای تازه و رسیدن بهار رو شما به این شکل های نبید. حالا این تکم در اصل مربوط به کدوم منطقه از ایرانه؟ تکم والله من چه از بچگی چنیدم از پدرم، چون پدرم هنرمند بود، بعد میگفت که خواستگاهش اردبیله، اطراف سبلان. هر سال قبل از عید یه 10-15 روز مونده به عید تکنسی هم میومدن خونه به خونه یا تو روستاها یا تو شهرها این اشعار تکنسی میخوندن و رسیدن بهار رو مژده میدادن. درسته، بعد یه هدیه هم میگرفتن. بله یه هدیه هم میگرفتن، معمولا تخم مرغ بود یا بله شکلات، حالا هر چی میدادن. بله بعد بله. تکمگردان ها هدیه رو چی کار میکرد؟ هدیه که از مردم میگرفتن. قدیم تو آذربایجان سایاسی ها چه سایی بودن، یه عده‌ای بودن که برنامه های سالانه اردبیل یا آذربایجان اجرا میکردن، اونا میرفتن تو دهات و تو شهرها و اینا جمع چه میکردن، چیزای تو خورجینشون جمع میکردن، اونا رو میبردن به خونه کسایی که نیازمند بودن تقسیم میکردن به اونا. آفرین. بله، سایاتی ها برنامه شون این بود، یعنی تنها برای خودشون نمیگرفتن. نه خیلی عالی. حالا هر دومون موسفیدی. شما شنیدم یکی از هنرمندان خوب تئاتر. خواهش میکنم، افتخار میدید عکس با هم بگیریم؟ خواهش میکنم. خب تکم رو بده به من، یه لبخندم به مردم عزیز ایران بزنیم با هم. قبوله؟ اما شاید برای بسیاری سوال باشه که خوراکی مورد علاقه شاه اسماعیل صفوی چی بوده؟ حمیده درخور، سرآشپز معروف اردبیلی، خوراکی شاهی رو برام سرو میکنه. واقعا میز شاهانه است. خانم درخور، چرا به این خوراکی میگن شاهان پلو؟ در زمان قدیم شاه صفوی جلیدیلر bu qazanı təyin edirlər. Son bu qazanı ki, niyə təyin edirlər? Hər evdə bu qazanı elə bilməzlər bir şey. Yəni bu qaza barəyə hər fərd adi nə budur? Xassə Şahan Səfəvi bu. Bəli. Elləti şey bu. Elləti şey çünki məvadaş, məsələn, püstə idi içində, girdəşəndi. Məvadı ki, dərun be kar mirəb, həmə dər Ərdəbil nəbud. Nəbud, nə, nə. Ərdəbil nə. Məsələn, pəstə dər Ərdəbil nədəşdim ma. Berənzəm nədəşdim. Bəli. Zəfəranam nədəşdim. دیگه چی نداشتی؟ اردبیل چی نداشتن؟ نداشتن. پس چطور آماده میشد اینا؟ خب از شهرستان های دیگه می آوردن. اقصا نقاط ایران جوابری میکردن. بله. برای شاه این غذا رو درست میکردن. بله. پس مردم عادی نمیتونستن. نه نمیتونستن. نه. تو این مواد در اختیارشون نه. به خاطر به این میگن. به همین خاطر میگن شاهان پلو. اگه به اردبیل سفر کردید حتماً شاهان پلو رو مزه کنید. شب رو در روستای یتبلوک در اقامتگاه بومگردی باجیلار گذروندم.
با برآمدن روز روستاییان مشغول کار میشن. تهیه فراورده های لبنی از شیر گاومیش و پختن نان از جمله کارهای هر روزه خانمای روستاست. ای جانم نسیم خنک صبحگاهی روستا جان. سلام آقای خلیلی، صبحتون بخیر. درود بر شما، صبح زیبای شما بخیر. خوب هستی؟ خوش به حالت. چه روستایی دارید شما، چه هوایی دارید. صبحانه حاضره بیارم براتون. اگه آماده است چرا که نه. چشم، الان براتون میارم. زهرا یوسف‌زاده به همراه خانواده‌اش این اقامتگاه رو با سرمایه اولیه بسیار کمی راه انداختند و خوشبختانه موفقند. کره، بله، پنیر، عسل محلی همین منطقه. خیلی لطف کردی. مرسی. ممنون. نوشه جان. ای جانم. صبحانه رو با سمفونی غازها و صدای قوقل قوقل خروس‌ها. اونم چی؟ عسل طبیعی در کنار کره محلی. اونم عسل طبیعی سبلان. اگه بدونید چه عطر و طعمی داره این. خوش به حال من که قبل از کارگردان دارم میخورم. کات. مقصد بعدی سفرم در ارتفاعات سردابه است، جایی که به هفت چشمه معروفه. با شروع سفرهای تابستانی، آب گرم هفت چشمه اردبیل هم روزهای پر رونق خودش رو تجربه می‌کنه. هرچند که آبتنی کردن در آب گرم این چشمه داغی تابستون رو دو چندان میکنه، اما خواص درمانی این چشمه معدنی وسوسه انگیزتر از اونه که گردشگران به گرمای هوا و دمای 30 درجه آب چشمه فکر کنن. ای وای سوالان 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 سوالان، ای سوالان توی بهشت ایران. سوالان 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 سوالان. چشمه‌های زیادی با فاصله‌های مختلف و به صورت پراکنده از هم در منطقه سردابه وجود دارد.
یهدی بلوک یا همان هفت چشمه، هفت دهنه آب گرم معدنی با ترکیبات شیمیایی مختلف داره. این چشمه ها از دل طبیعت زیبای سبلان سرچشمه میگیره. منطقه یتبلوک سردابه، یتبلوک یعنی هفت چشمه، هفت چشمه آب معدنی که از کوههای سبلان سرچشمه میگیرن و در این منطقه سردابه از دل زمین میزنن بیرون و هر کدوم حوضچه های خاص خودشو دارن. چشمه های آب گرم در دل طبیعت بکر در فصول بهار و تابستان به دلیل سرسبز بودن مراتع زیبایی خاصی به خودش می‌گیرند. این منطقه هر جا پا می‌ذاری پر از آبه، حتی ببین علف‌هاش هم لغزنده است و باید خیلی احتیاط کنی که پات فرو نره. گفتیم که این منطقه یتبلوکه، یعنی هفت چشمه. این هفت چشمه یکیشون پنلوه که دارم میرم به طرفش. ظاهرا چند نفرم مشغول شنا هستن، خودم هم میخوام آب درمانی کنم در چشمه پنلو. اینجا یه چند تا سنگ گذاشتن که راحت تر بشه بریم، چون وقتی روی چمن پا میذاری انگار روی اسفنج هستی و اینا عین چمنهای متحرکه و میترسیم تو لجن فرو بریم. بهترین راه اینه که راهی که دیگران تجربه کردن رو تجربه کنیم. وای وای وای، این آب گرم ها که در 20 کیلومتری اردبیل قرار گرفتن هر سال پذیرای خیلی عظیم مسافران و دوستداران طبیعته. خاصیت بیشتر این آب های معدنی برای بهبود امراض پوستی و درد مفاصله. چقدر جالب، آب یخه یخه. 3 متر جلوتر، 4 متر جلوتر چشمه آب گرمه، از بغلش آب زلال تگری میگذره که منی که پاهم رفته بود تو لجن تا مچ پا تو لجنم مجبورم اینجا کفشم و پا بشورم. تنها چیزی که اینجا خیلی اذیت کننده بود یکی زباله هایی بود که در اطراف می دیدیم، کمی انسان را آزرده می کرد. دوم بادهای شدید که صدا بردار ما خیلی ناله داشت، ولی در این حال گرم و سرد در کنار هم، مثل گرگ و میش در کنار هم. این آب گرم ها به عنوان حمام برای اهالی روستاهای پیرامون و عشایر منطقه مورد استفاده قرار میگیره. آبی که از زیر زمین میجوشه و برای درمان آدم بیماری مثل من میاد بیرون خودنمایی میکنه. گرمترین نقطه این چشمه، این دلت نمیخواد چهار بدون طرفتر بری. به این حبابا رو نگاه کنید، اینا همه نعمتی از زمین میاد بیرون. آب تنها برای خوردن نیست، ببین طبیعت چه چیزهایی به ما میده. آب گوارا میده، ما آلودش میکنه. آب درمانی میده، قدرشو نمیدونی. اما این وقتی از دل طبیعت میاد بیرون به خدا قدرشو بدون، آرامش خاصی به آدم میده. مایچه ها اول آزاد میشه، بعد دل میخواد داخل همین آب یه چرتکی هم بزنی. من جای همه تون امروز شفا میگیرم از آب پهنلو.
و پایان بخش سفرم شنیدن منظومه عاشقانه عاشق عادله. عبل خوش سفالی گردم سیانی، خوش سفالی گردم سیانی، عمرم اولدی تازه دایاقلار بلالایلا. عبل کلم سندن الحمال، کلم سندن الحمال، başlayanda söz edaylar, söz edaylar balalayla. Yağış yağıp gül düşeyende, işin olar mezadaylar, balalaylar.